امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای فراغت، با توجه به تغییر نگران کننده الگوی مصرف مواد مخدر در ایران، به ویژه روی آوردن معتادان به روانگردانها به جای تریاک، چه اقداماتی برای مقابله با این بحران و پیشگیری از عوارض آن در میان جوانان و قشر کارگر پیشنهاد میکنید؟ درود و ادب و احترام. من خودم قائل به تئوری توهم توطئه نیستم، اما زمانی که طالبان بر مسند قدرت در افغانستان نشست، اعلام کردند که کشت خشخاش رو قدغن بکنن. اما الان تو این دو سه سالی که طالبان در قدرت هستن، قاچاقچیان مواد مخدر روزانه تریاک رو بیزینس میکنن به داخل کشورمون، و من احساس میکنم یه سیاست مخربی پشت این کارشون بود. چرا که میدونستن قاعدتا با توجه به افزایش وحشتناک قیمت، جوانای داخل مملکتمون تغییر شیفت میدن. کسی که اعتیاد بیماری اعتیاد مواد مخدر داره، وقتی که نتونه یک ماده مثلا مصرفی تریاک رو فراهم کنه، قاعدتا میره سراغ مواد روانگردان که آمفتامین ها کلا توهمزا هستن. یعنی من پیش بینیم اینه، یعنی تحلیلم اینه که کاملا جریان طالبان آگاهانه همچین کاری رو کردن، میدونستن که چه اتفاقات وحشتناکی در داخل کشور میفته. این به کنار، اینکه چه راهکاری رو ما باید ارائه بدیم، ببینید صادقانه باید بگیم که سیاست‌های دولت در زمینه مبارزه با مواد مخدر تا به امروز در جمهوری اسلامی شکست خورده. پس اگر بخوایم یه راهکار موثق و مطمئن بدیم، باید ارتباط انجی‌های مردمی مثل گروه NA، مثل کنگره 60 که به درمان بیماران معتاد به مواد مخدر در داخل کشور رو میپردازن، اگر اینا ارتباطشون رو با آموزش پرورش نزدیک کنن و اون آگاهی رو به دانش آموزا بدن، قاعدتا در فضای مهار و پیشگیری حرکت میکنن. ما باید بپذیریم سیاست‌های دولت شکست خورده، و اگر دست دولت رو در از این انجی‌های مردمی کوتاه کنیم، فکر میکنم که یک مقدار فضا بتونه از این بحران خارج بشه و امیدواری به جامعه ما برگرده. ما تعارف نداریم، بحران بسیار وحشتناکی داره پیش میاد. انواع اقسام موادهای روانگردان بین جوانهای مملکت ما ریشه دونده دارن مصرف میکنن، اکثرشون هم آگاهی ندارن، و این اتفاقات خطرناکتری رو در آینده شاید خواهیم بود. ممنونم از شما، امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.